مبارزات نفذگیری نامزدان پارلمانی برای به دست آوردن کرسی مجلس نمایندگان در کابل. از تبلیغات پرزرق و برق گرفته تا شعارهایی که دولت هم در برآورده کردن آنها ظاهراً عاجز است. با این حال بعضی از این شعارها و طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز بدل شده است. شعور آدمی به می شعار قد نمیده که کابل به نیویورک بخواد. حسنی سحر نامین کاربر است که همزمان با آغاز کمپاین‌های انتخاباتی عکسش را با شعار در برگه فیسبوکش نشر کرد. اینا جدی فکر کرده بودند و دیگرایتون که ده چند سال رفتن داخل پارلمان چی کردن که حال خودت بیای کابل با نیویورک وصل بکنی. حسنی میشه بگی که دلیل کاری که کردی چی بود؟ به خاطر ریشخندی، یعنی طنز گناه یا نقد بر شعارهای دیگه، همون یک عکس دم ذهنم گشت که می طراحی کردم نشر بکنم، که باز خوب شد یک سوژه بر مردمم جور شد که یک چند روز مصروف شدن. اما این تنها بخشی از ماجراست. از آغاز کمپانهای انتخاباتی همواره این انتقاد وجود داشته است که شماره از نامزدان فرهنگ تبلیغات و نصب شعارهای انتخاباتی را مراعات نمی کنند. مانند این غرفه ترافیکی که با پوسترهای نامزدان انتخابات پارلمانی در شهر کابل پوش شده است. بعضی وقتا هم متوجه میشیم که در محلات یا شعار نصب کردن که مانع دید رگلام‌های ترافیکی و اشارات ترافیکی شده که خودش به باشندهای شهر کابل مزاحمت میکنه. بانک 11 روز برگزاری انتخابات پارلمانی مانده است. طالبان هم در خبرنامه این را یک روند آمریکایی خوانده و هشدار دادند که به مقام‌های برگزار کننده انتخابات حمله می‌کنند. اما حقیقت را تجربه انتخابات‌های گذشته نشان داده است که عام مردم از انتخابات با کاربرد رایشان با وجود همه دشواری‌ها حمایت می‌کنند. امید نبی‌زاده، روزنامه 8 صبح، کابل.